بسم الله الرحمن الرحیم سلام تقدیم میکنم خدمت هر یک شما عزیزان. دوستان نهایت عزیز، یک شخص از طریق واتساپ از آقای نایک سوال میپرسد. میگم من در جریان ماه مبارک رمضان خودارضایی کردم. هدف از خودارضایی از دوستان عزیز کسی که شهوت بالایش زیاد شود و از طریق دست آب منی خود را بیرون میکشد. دوستان عزیز، سوال کننده یک موضوع بسیار جالب دیگر را هم یاد کرد. گفت که خودم به خاص خودی کارا نمیکنم، بالای ما سایه است و جنیات است که مرا مجبور میکند که باید این کار انجام بدم. آیا روزه ما خراب میشه؟ در این راه بیش سیاه خود را سفید کردیم. اشهدو الله ویت آن هیز مبتلا به شرک هستم. در تاجیکستان بر سر I'm giving you a chance to speak sister speak. I have an evil eye and a jinn has possessed me. While fasting I did masturbation. Does my fast break? دوستان نهایت عزیز، آقای نایک در پاسخ میگه که اگر در ماه مبارک رمضان در جریان روزه، یعنی در روز، اگر کسی خود ارضایی کنه، بدون شک که روزی او باطل میشه و از بین میره. دوستان عزیز، آقای نایک میگه که اگر اسپرم از داخل وجود انسان بیرون بیاید در روز، او هم در ماه مبارک رمضان بدون شک که روزی از او باطل میشه، به خاطر اینکه یکی از شکننده های روزه همی است که از وجود انسان اسپرم یا منی بیرون میشود. ولو به هر نحوی که باشد، اگر خودارضایی باشد یا ای که نزدیکی با جنس مخالف باشد، به هر نحوی که اسپرم یا منی از وجود یک انسان بیرون میشه، روزش باطل میشه. آقای نایک میگه که اگر در ماه مبارک رمضان کسی نزدیکی بکند یا هم خودارضایی بکند، بنابراین یکی از شکننده های بزرگ روزه است و ای بسیار گناه دارد. نزد بسیاری از مردم سوال خلق میشه که با خانم نکاح کردگی خود اگر کار بکنم چی مشکل دارد؟ در پاسخ باید گفت که کار بسیار اشتباهی میکنند در جریان ماه مبارک رمضان که با خانم خود هم مقاربت میکنند. دوستان عزیز، آقای نایک میگه که اگر مرد باشد یا زن باشد، اگر در جریان روز، یعنی در ماه مبارک رمضان، اگر مقاربت بکند یا عمل جنسی را انجام بدهند یا خودارضایی بکنند، بالای اونا 60 روز روزه میآید و اونا 60 روز قرضدار میشه، باید 60 روز کفاره روزه را بگیرد. While fasting, if anyone masturbates, then his fast breaks. One of the fast breakers is that if you masturbate, your fast breaks. But the biggest sin while fasting is that a person has sexual intercourse. Even if he has with his wife, it is the biggest sin. And for that, the kafara is that he or she should fast continuously for دوستان نهایت عزیز، آقای نایک میگه که اگر کسی در جریان روز در ماه مبارک رمضان مقاربت بکند، هم از خانم باشد یا هم از مرد باشد، بنابراین بسیار یک اشتباه بزرگ را مرتکب میشود. یعنی دو ماه باید مسلسل کفاره روزه خود را باید بگیرد. در جریان دو ماه اگر یک روز قضا میشه، یعنی وقفه میاره، باید دوباره از صفر شروع بکند و دوباره باید دو ماه را پوره بکند. مثلا یکی از اینا این کارا کرد، بالاخره دو ماه کفاره روزه بالای اینا میآید. وقتی که اونا شروع میکنند به روزه گرفتن که دو ماه را پوره بکند، مثلا در روز 20 میرسد، بنابراین یک روز قضا میشه، وقفه میگیرند. اگر این کار شد، باید دوباره سر شروع بکند و دو ماه مکمل باید بگیرد. دوستان نهایت عزیز، اینجا سوال خلق میشه، اگر کسی مرتکب اشتباه میشه، بالاخره دو ماه بالای از او کفاره روزه میآید، ولی او شخص نمیتواند که مسلسل دو ماه روزه بگیرد، یعنی مشکل میداشته باشد، آیا کفاره اونو پرداخت میتواند؟ آقای نایک در پاسخ میگه اگر کس نمیتواند دو ماه مسلسل روزه بگیرد، باید دو غلام را آزاد بکند، و اگر این کار هم نمیتواند، باید در عین زمان 60 نفر را غذا بده. بین کمی از آقای نایک میشنویم. He misses any fast in between. If he keeps 20 fast and then misses the 21st, he should start again from day one. And for two complete months, he should fast. This is kafara. And if he cannot do that, and if his health doesn't permit, if you cannot do, then is the freeing of slave or of feeding 60 poor people, equivalent to 60 meals. But if a person breaks the fast by masturbation, it is a sin. But for that, the only thing he has to do is he has to later on compensate
for the fast that دوستان نهایت عزیز، اینجا آقای نایک یک موضوع بسیار جالب دیگر را هم یاد میکند. میگه خب ای خو از کسایی بود که مثلا با خانمای خود یا با شوهرای خود نزدیکی میکنند و بالای اونها کفاره روزه میآید، اما از خودارضایی این گونه نیست گناهش. گناهش کمتر است و کسی که خودارضایی میکند فقط یک روز را روزه میگیرد، همون روز را که اونها باطل کردن و خودارضایی کردن، فقط هم از او قرضدار میشه و امور دوباره میگیرد. بس آقای نایک کمی خلاصتر صحبت میکند، میگه که گناه خودارضایی نسبت به کسایی که رابطه جنسی برقرار میکند ولو اگر خانم او هم باشد، گناه خودارضایی کوچکتر است. آقای نایک میگه که هر دویش گناه است، یعنی کسی که روزه را باطل میکنه یا ترک میکنه به هر نحوی که باشه، یا مقاربت با خانم خود باشه یا خودارضایی باشد، بنابراین گناه است. ولی در مقابل رابطه جنسی که در ماه مبارک رمضان برقرار میکند، گناه خودارضایی کمتر است و کفارش یک روز روزه است. It is not as severe a sin as doing sexual intercourse, but even masturbating and breaking the fast, it is a sin, but it is a small sin. For that, a person will have to compensate later on after the month of Ramadan is over for the fast he has missed, because fasting. دوستان عزیز، در پاسخ به این جوابات آقای نایک یک سوال در ذهن ما خطور میکند. خب قسمی که شخص اول پرسان کرده بود که وقتی من خودارضایی میکنم او هم در ماه مبارک رمضان در طول روز بنان بالای مسایه و جنیات است و ایره ما به خاص خود نمیکنم. دوستان عزیز، در اسلام جنیات وجود دارد، قسمی که یک سوره مشخص در مورد جنیات در قرآن مجید ذکر شده است و بسیاری از اوقات دوستان عزیز اشخاصی که کارا میکنن مرتکب یک گناه میشه، مثل همی برادر ما که سوال کرده بود از آقای نایک که گفت که جنیات بالای ما فشار آورد تایی که در جریان روز در ماه مبارک رمضان ما مجزنی یا همیشه گفت خودارضایی کردم. این گونه اشخاص به خواست خودی کارا میکنند بعض اوقات و یک بهانه میگیرند و تمامشه بالای شیطان یا هم بالای جنیات میندازه که او باعث شد که کارا کردم، در حالی که خودش میکند و بالای وسوسه های شیطان اونا نمیتواند که پیروز شود. این کار ازشان میشه، بنابراین او را بالای شیطان میندازند، میگن که ما اصلا گناه نکردیم، گناه شیطان بود. دوستان نهایت یک موضوع دیگر را که هم اشاره بکنم، بسیاری از افراد هستند که شکایت دارند، به خصوص در ماه مبارک رمضان او هم هنگام سحری که دوباره خواب میشن، یعنی بسیاری از ما هستیم که سحری میکنیم، بعد نماز صبح را میخوانیم و همون تا به خواب میریم و بسیار خوابهای شهوانی میبینیم و بالای ما از نگاه جنسی بسیار فشار می آید و می ترسیم که مرتکب کدام گناه نشویم. در این رابطه هنوز آقای نایک چیز نگفته، اما تا جایی را که تحقیق و بررسی کردیم دوستان عزیز، جسم انسان بیشتر از همه به غذا و به خواب نیاز دارد. مثلا هنگام شب نان می خوریم و تراویح می کنیم، خواب می شیم و سحری هم می خیزیم، خواب ما پوره شده، تکمیل شده، بنابراین باز هم سحری می کنیم و شکم ما پر می شه. همون زمان است که هم خواب ما پوره است و هم شکم ما سر است، بنابراین ضرورت بزرگ دیگه ما که شهوت است او برمیخیزد و همی باعث میشه که خوابهای بسیار آلوده و کثیف و شهوانی ببینیم. آیا دوستان عزیز، برای شما هم در جریان ماه مبارک رمضان همچین اتفاقات میفته؟ حتما در قسمت کامنت نظریات و تجربیاتتان را شریک سازید. ویدیوهای ما را لایک کنید و کانال رسانه‌ای را سابسکرایب بکنید. تا دیدار بعد، الله متعال حافظ و نگهدار همه ما باشد.